امروز میخوایم در مورد انواع فیلتر درایر ها روش کارپردشون و مشخصات و ویژگی های انتخاب هر فیلتر درایر صحبت بکنیم فیلتر درایرها ها دارای تفاوت های زیادی هستن با همدیگه در هنگام خرید باید بسیاری نکات رو در نظر بگیریم امروز این مسائل رو با همدیگه بررسی میکنیم نوع جاذب به کار رفته در فیلتر درایر برای کاربرد اون بسیار مهمه پروسه فیزیکی جذب آلودگی ها در سطح مواد جاذب فیلتر درایر اتفاق میفته پس هر چه سطح افزایش پیدا بکنه جذب حداکثری نیز اتفاق میفته توجه بکنید گفتم سطح زیاد نه حجم زیاد تصور کنید مواد درایر دارای محیط کمی باشند اگر شما بتونید محیط دقیقی را برای این مواد داشته باشید نتیجه اون افزایش سطح هر دونه و افزایش سطح کلی جذبه متاسفانه دانه های خیلی ریز باعث افت فشار زیاد میشن بنابراین نبایستی اندازه دانه ها خیلی کوچیک باشه حال در مورد مواد فیلتر دارایی صحبت میکنیم آلومینای فعال ماده ارزان و جاذبی قوی است و دارای سطح مقطع 300 متر مربع به ازای هر یک گرم از این ماده هستش که مقدار بسیار زیادیه آلومینای فعال به صورت گسترده در فیلتر درایر ها استفاده میشه این سطح رو با دانه بندی مولکولی مقایسه کنید که دارای 900 متر مربع سطح مقطع به ازای هر یک گرم از این ماده هست برای تصور سطح مقطع شما فرض کنید که مسیر مستقیمی رو طی کنید حال اگر این مسیر رو به بالای یک تپه برید به پایین یک دره بیاین و همینطوری دوی مسیر ناهمواری رو ادامه بدید سطحی رو که مسیری رو که طی کردید خیلی بیشتر میشه این سطح مختن نشون دهنده اینه که چرا این ماده از جنس این اینقدر محبوبه و توجه داشته باشید که های آلومینای فعال و مولکولار سیو با همدیگه تفاوت نداره در درایرهای تولید شده توسط سازندگان مختلف دانبندی مولکولی دو هشت دهم برابر بیشتر از آلومینای فعال استفاده میشه بنابراین 9 اینچ مربع از فیلتر درایر مولکولار سیو برابر 25 اینچ مربع از فیلتر درایر آلومینای فعاله بنابراین موقع خرید بایستی به نوع خریدتون و مشخصات فیلتر درایر و نوع و میزان جذب رطوبت آن دقت کنید که تو این فیلم به صورت دقیقی مطالب رو توضیح میدیم بنابراین درایر هایی که در بازار فروخته میشن مخلوط چند ماده هستند و درایر هایی که بر روی آنها میزان 100 درصد مولکولار سیو نوشته نمیشه برای جذب ذرات ارگانیک، پارافین، اسیدها آب مناسب هستند. ببینید توجه کنید 100 درصد مولکولار سیو کاربردش برای مواقعی هستش که شما رطوبت زیادی تو سیستم دارید آب زیادی تو سیستم دارید به همین دلیل میاین از این نوع دانه بندی استفاده میکنید تا رطوبت موجود در سیستم را حذف کنید و توجه کنید انواع مختلفی از دانه بندی های مولکولی وجود داره مثلا 3A 4A 5A که آن معرف کلمه انگسترانه که میتونید تو این درایرها ببینید یک آ دو آ که میزان انگسترون دانه بندی هست اندازه دانه بندی هستش فیلتر درایرها رو با قدرت جذب رطوبت و اسید اونها مقایسه کنید نه بر اساس اندازه و سایز اونها یک مارک معروف فیلتر درایر روش مناسبی برای انتخاب نیستش ببینید فیلتر درایر ها دارای قدرت جذب رطوبتی هستند که اون رو به میزان قطره جذبشون میشناسن فیلتر درایر هایی که در بازار وجود داره دارای میزان جذب های مختلفی هستند که شما میتونید با شماره سریال این فیلتر درایر از روی کاتالوگ سازنده میزان قدرت جذب رطوبت هر نوع فیلتر درایر رو متوجه بشید آب یا رطوبت معمولا در سیکل تبرید وجود داره ببینید در سیستم هایی که از روغن های یا پی او ای و جاذب رطوبت استفاده میکنند این روغن ها جاذب قوی رطوبت هستند و سطح مورد قبول رطوبت بر اساس نوع سیستم و مبرد متفاوته رطوبت در سیستم بسیار خطرناکه و یکی از دلایل اسیدی شدن سیستمه تشکیل لجن و خوردگی مس هم نتیجه این اتفاقه پس برای پیشگیری سطح رطوبت رو تا اونجایی که ممکنه پایین نگه میداریم همونطوری که میبینید در این فیلتر درایه این لجن تشکیل شده یکی از دلایل اصلی این لجن دمای زیاده دمای زیاد نقش کاتالیزور رو ایفا میکنه اما رطوبتتون بسیار موثره برای این قضیه